دنبال سفر چند روزه شاهنشاه، آریامهر و شهبانوی ایران به مناطق جنوبی کشور، اعلی حضرتین برای بازدید از برنامه‌های عمرانی، صنعتی و رفاهی بوشهر به این شهر تشریف فرما می‌شوند. مردم بوشهر و روستاهای دور و نزدیک این استان در مسیر موکب اعلی حضرتین بهترین و شایسته‌ترین احساسات شاه دوستانه خود را ابراز می‌دارند. شاهنشاه، آریامهر و شهبانوی ایران از فرودگاه بوشهر مستقیماً به کارگاه نیروگاه اتمی بوشهر که در 20 کیلومتری این شهر قرار دارد تشریف فرما می‌شوند. این نیروگاه پدیده است که به اراده رهبر دوراندیش ملت ایران در جهت تأمین زیربنای رفاهی و صنعتی کشور ایجاد می‌گردد. پروژه بزرگ نیروگاه بوشهر که شامل دو نیروگاه اتمی هر یک به قدرت 1200 مگاوات است، توسط یک شرکت آلمانی ساخته می شود که مسئولیت تهیه طرح، ساختمان و تأمین سوخت آن را به مدت 10 سال به عهده دارد. در تهیه این طرح از پیشرفته ترین اطلاعات فنی و مهندسی استفاده شده و بعضی از مشخصات نیروگاه در نوع خود کم نظیر و یا منحصر به فرد می باشند. ساختمان اصلی دارای دو جدار ایمنی، یکی فولادی به ضخامت 4 سانتی متر در داخل و دیگری بتونی به ضخامت 2 متر در خارج می باشد. جدار بتونی خارجی به نحوی طراحی شده است که حتی در مقابل برخورد مستقیم هواپیمای فانتوم مقاوم خواهد بود. همچنین این نیروگاه به طریقی طرح‌ریزی گردیده که اگر زلزله‌ای به شدت 7.5 درجه ریشتر در زیر نیروگاه به وقوع بپیوندد، ساختمان آن مقاومت لازم را از لحاظ ایمنی. شاهنشاه، آریامهر و شهبانوی ایران به استان اصفهان، والا حضرت همایون ولایت عهد نیز جهت بازدید از عملیات ساختمانی فراگیر صنعتی رضا پهلوی به این استان وارد می شوند. رضا پهلوی که در آینده نزدیک بزرگترین پشتوانه صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد، با نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همکاری یک شرکت آلمانی ایجاد می‌گردد. یکی از اقدامات فراگیر صنعتی ایجاد نخستین واحد ساخت نیروگاه‌های عظیم صنعتی و تجهیزات مولد نیرو خواهد بود. در کنار این نیروگاه، واحد ساخت اسکلت‌های فلزی ساختمان‌ها و کارخانه‌ها، واحد ریختگری،
آهنگری و ماشینکاری و یک مجتمع عظیم کشت و صنعت جهت تأمین مواد غذایی کارکنان فراگیر ایجاد می شود. با قرار دادن سکه های طلا در پایه های بنا که یکی از سنت های باستانی ایرانیان است، کار ساختمان فراگیر صنعتی آغاز می شود. پیشگاه شاهنشاه آریامهر، شهبانوی ایران و والا حضرت همایون ولایت عهد بزرگترین برنامه نمایش هوایی نیروی هوایی شاهنشاهی برگزار می‌گردد. در این نمایش که همزمان با زادروز اعلی حضرت رضا شاه کبیر انجام می‌پذیرند، تیم بزرگی از هواپیماهای جدید نیروی هوایی شاهنشاهی از مقابل جایگاه رژه می‌روند و سپس عملیات حیرت انگیز تیم اکروجت تاج طلایی آغاز می‌شود. درجه‌داران و سربازان نیروی هوایی شاهنشاهی امیدوارند با عملیات و نمایش هوایی خود بتوانند نمونه ای از مراتب جانبازی و فداکاری خود را در راه بزرگی و سرفرازی کشور شاهنشاهی ایران ابراز دارند. عملیات سوختگیری هوایی در آسمان اصفهان انجام می شود. پایان این مراسم سرگرد منوچهر خلیلی، سروان یدالله جوادپور، صدفان یکم مسعود کاکوان، صدفان یکم امین بلقند، صدفان یکم اسدالله اکبری و صدفان یکم کاظم ظریف خادم اعضای تیم اکروجت تاج طلایی مورد مرحمت قرار می‌گیرند.